جلسه دوم از مبحث ویروس کرونا. الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا سید الانبیاء والمرسلین و على آله و صحبه اجمعین. به نسبت بحث کرونا قرار انشاءالله بنده یک سری از مباحثی را بیان بکنم. امیدوارم در آینده نیز اگر اراده الله متعال بر این قرار بگیره که باز مریضی های دیگری از این نوع پیدا بشه، انشاءالله اینها راهنمای ما در امور زندگی اسلامی ما باشند. همینطور که خبر دارین این ویروس کرونا از چین شروع شد. چینی که ادعای علم و سنت و مدرنیت و حتی در مبحث طبابت ادعای پدر بودن برای طب در کل دنیا را داشت، امروز با یک ویروس کوچولو که به چشم هم دیده نمیشه اینطور به زانو در افتاد. اشخاصی که در دنیا حرف اول یا حرف دوم را در صنعت و علم و این مسائل میزدن، امروز کمتر کسی حاضر هست با آنها به عنوان دوست سلام بده و دستش را به طرف آنها دراز بکنه. واقعا که عزت و حیثیت و آبرو در قبضه قدرت الله متعال هست. هر کسی را بخواد اون عزت میده و هر کسی را بخواد الله متعال ذلیل میکنه. اما دوستان، حالا به نسبت خودمان ما نترسیم. از چی نترسیم؟ از مرگ نترسیم. مرگ در هر صورت آمدنی هست. حسن دوستانی که امروز خیلی پریشانن، چی میشه، چطور میشه، چطور خواهد شد، حضرت مرگ آمدنی است. حالا از کرونا بود، از تصادفی شد، از مشکل دیگری بود، از سکته‌ای بود، حالا به هر صورت نبی خدا فرمودن که تحفه المؤمن الموت، که مرگ تحفه مؤمن هست، مرگ هدیه مؤمن هست. ما اگر مطابق قرآن زندگی بکنیم، مطابق سنت زندگی بکنیم، مطابق دین زندگی بکنیم، ما را نباید از مرگ حراسی باشه که انشالله با این مرگ ما را از این مشکلات دنیا جدا کرده به اون زندگی ابدی جنت الله متعال ما را داخل خواهد کرد. اون چیزی که ما باید از اون بترسیم اینه که ما در حین گناه از این دنیا بریم، در حال گناه، در حال ارتکاب گناه، به همراه زندگی با گناه از این دنیا بریم. ما باید از این بترسیم. ما باید از این بترسیم. نبی خدا فرمودن که کما تحیون تموتون، همون طوری که شما زندگی میکنین همین طور مرگ بر سر شما خواهد آمد، بر سراغ شما خواهد آمد. و ما کما تموتون و تحشرون، و همون طوری که شما از این دنیا رفتین همون طور هم از قبرها شما محشور خواهین شد، از قبرها شما را بلند خواهند کرد. لذا اون چیزی که ما باید از اون بترسیم گناه هست. لذا کوتاهی های خودمون را با دعا، با استغفار، با صدقه انشاءالله جبران بکنیم و در هر حالی سعی بکنیم که با ایمان زندگی بکنیم تا انشاءالله هر وقت هم که مرگ بر سراغ ما بیاد همون در حالت ایمان بر سراغ ما بیاد. چرا که این دنیا ما محل زندگی ابدی ما نیست. این دنیا در نگاه مؤمن محل زندگی کردن نیست. این دنیا محل زندگی ساختن در شکم مادران الان زندگی هست، اونجا دارن میسازن و در زیر زمین را ما باید بسازیم. زندگی حقیقی ما از زیر زمین شروع میشه که باید اونجا را ساخت. برادران کرامی، روزی که به دنیا آمدی اوریان، ما وقتی که به این دنیا آمدیم با گریه به دنیا آمدیم، اما باید سعی بکنیم که با خنده از این دنیا بریم. گریه کردن ما در وقت آمدن به دنیا بی اختیار بوده، بدون اختیار بوده، اما رفتن از این دنیا با خنده و خوشحالی این بی اختیار ما هست. روزی که به دنیا آمدی اوریان، روزی که به دنیا آمدی اوریان، جمعی به تو خندان بودند و تو گریان. کاری بکنه دوست که وقت رفتن، کاری بکنه دوست که وقت رفتن، جمعی به تو گریان باشند و تو خندان. ها، همینه مقصد، همینه مقصد زندگی، اینه. چرا که مرگ آمدنی است. الله امثال فرمودن کل نفس ذائقه الموت، هر جانداری طعم تلخ مرگ را خواهد چشید. ما همه خواهیم مرد. قل ان الموت الذي تفرون من، بگو ای رسول خدا، ان الموت الذي تفرون من، بیشک اون مرگی که شما از اون فرار میکنین، فانه ملاقيكم، اون مرگ شما را ملاقات خواهد کرد، ما را ملاقات خواهد کرد، اون حتما روزی بر سراغ ما خواهد آمد.
ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده. بعد ما را به طرف اون ذاتی که از نهان آشکار همه چی خبر داره ما را به سوی باز خواهند گردان. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. از تمام این کارهایی که ما کردیم از اینها برای ما اونجا فیلمشان خواهند. شما فکر بکنید در 24 ساعت زندگی اگر ما زندگی ما را فیلم برداری بکنن، کدام یکی از ما جرأت خواهد داشت که این فیلم را با این ادعا که بگیم برین به هر کسی میخواین نشان بدین نشان بدهین، کدام یکی از ما اگر چنین جرأتی داشته باشه؟ پس اون شخص واقعا میتونه خودش برای مرگ آماده بکنه، یعنی آمادگی او برای موت برای مرگ دیگه 100%. لذا سعی کنیم چنان زندگی کنیم که الله متعال ما را داره میبینه، که بیشک اون داره میبینه، و مرگ در هر صورتی دوستان آمدنی هست. برای مرگ دیگر ما باید آمادگی بکنیم. مرگ آمدنی است، مریضی هم آمدنی است. حالا کرونا شد یه چیز دیگه. وقتی در زمان اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم کسی مریض میشد، نبی خدا ازم برای عیادت میرفتن میفرمودن که لا بس تهورا انشاءالله، مشکلی نیست، مشکلی چندانی پیش نیامده، این سبب پاکی شما از گناهان خواهد بود. لذا مریضی برای پاک کردن ما هست، برای پاک کردن مؤمنه، به شرطی که شخصی باشه مطابق قرآن باشه، مطابق سنت زندگی بکنه. یا انشاءالله من امیدوارم الله متعال اون اشخاصی را که در این مریضی کرونا از این دنیا میرن، اون اشخاصی که واقعا با خدا با ایمان با قرآن دارن زندگی میکنن، الله متعال به اونها ثواب شهید را بده. در حاشیه معطا امام محمد رحمت الله علیه، الله ملکه و رحمت الله علیه 44 نوع از شهدا را از امت محمد صلی الله علیه و سلم شمردن، که در این امت خیلی از مریضی ها هست که اگر انسان با اون از دنیا بره او را سبب شهید را به او میدن. از جمله از زمین ها یکی از طاعونه، همون درد فراگیر، مریضی فراگیر که در زمان اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم 25,000 نفر در این طاعون کشته شده. لذا نبی خدا علیه و سلم فرمودن که ومن مات فی الطاعون فهو شهید. هر کسی که در مریضی طاعون از دنیا بره با ایمان و با قرآن و با نماز باشه، البته اون فرمودن که اون شهیده. لذا من امیدوارم الله متعال به اون اشخاصی که اگر چنانچه این مریضی را گرفتن هم به اونا الله متعال سبب شهید را بده. اما نکته عجیب اینجا ذهن بنده خطور کرده که از اون تعداد 50 الی 70 میلیون اویغور ترکمنی که در چین دارن زندگی میکنن، از چینی ها اینطور معلوم میشه که هیچ کسی از اونا این مریضی را نگرفته. واقعا عجیبه. و چیزی که برای من قابل تعمل بود این بود که امروزه در جهان اسلام، در دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم، در خیلی جاها توسط حکام کافر و ظالم بر علیه مسلمان ها مصیبت های بسیار زیادی دارن وارد میکنن. در فلسطین 50 و اندی سال، در افغانستان ما، در سوریه ما، و در لبنانی که قبلا جنگ خونریزی بود، در خیلی جاها دارن علیه مسلمان ها بمب میریزن. اما این مشکلی که در چین پیش آمده در هیچ کجا پیش نیامد. یعنی الله متعال این چنین بلای فراگیر را بر سر اون حکام ظالم الله متعال نازل نکردن، اما در چین خیلی زود این مسئله پیش آمد. این واقعا جای تأمل. من اینطور با خودم فکر کردم که غالبا اونجا یک اشخاص با خدایی هستن، مستجاب دعایی هستن، که خیلی دعای اونها زود قبول شده و اینطور بلای فراگیر بر سر چینی ها آمده. البته این هم جای تأمل هست. بله این هم جای تأمله که امروز که مثلا مسلمان های ترکمن اویغور در چین این همه مشکلات برخورد کردن، این هم از دست اعمال ما هست و نهایتا اینها سبب بیداریه امت محمد صلی الله علیه و سلم میشن. همینطور که بچه هست که حرف پدرش را گوش نمی کنه، او را شلاقی میزنن، تنبیه میکنن برای ادب کردن او، که برای اینکه او بتونه دوباره خودش اصلاح بکنه. این مشکلاتی که بر سر مسلمان ها الله متعال آوردن درسته از دست اعمال ما هست، ولی اینها سبب بسیار بزرگی برای بازگشت ما به سوی قرآن و سنت هستن. لذا حرف خلاصه من در این قسمت اینه که دوستان از مرگ نترسیم، برای مرگ آمادگی بکنیم، به نسبت مرگ نهراسیم، برای مرگ آمادگی بکنیم. مرگ در هر حال آمدنی است. خدا میدونه کی میاد، به چه سببی میاد، چگونه میاد، کجا میاد، خدا میدونه. ولی این مرگ حتما خواهد آمد. لذا سعی کنیم کدایای خودمون را با توبه، با استغفار، با صدقه، با معذرت خواهی،
با آن چیزهایی که باید اونا جبران بکنیم جبران بکنیم و خدا برای مرگی که ناگاه خواهد آمد آماده بکنیم که انشالله نجات ابدی ما در مطابق سنت و قرآن زندگی کردن هست. الله امسان به همه توفیق بده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.